خوش و بوی خوش پلاتونیوم و شما بینندگان عزیز. بار دیگر با کاروان شعر و ادب پارسی در خدمت شما ادب دوستان هستیم. بار دیگر با کاروان ادب و شعر پارسی در خدمت شما ادب دوستان هستیم. برنامه امروز ما درباره زندگی یکی از شعرای قرن 21 سرزمین ایران است، شاعر بزرگ عادل فردوسی پور. عادل فردوسی پور در حوالی دهه 1970 در شهر تهران دیده به جهان گشود. از کودکی و نوجوانی وی اطلاع چندانی در دست نیست، اما به نظر می رسد که علاقه به شعر و ادب در خانواده وی موروثی بوده است. یکی از اجداد وی هم شاعر بوده و دیوان شعری داشته به نام شاهنامه که در زبان خودش گویا فروش خوبی هم داشته است. اشعار عادل فردوسی پور در زمان خودش مورد توجه واقع نشد، ولی در زمانی تقریبا 120 سال بعد از مرگ وی محققین پی به اهمیت اشعار عادل بردند و او اکنون به جایگاه واقعی خیش در قله شعر و ادب رسیده است، جایگاهی که اکنون دیوان اشعار وی زینت بخش هر کتابخانه است و اشعار او در دانشگاه‌های ادبیات تدریس می‌شود. آه که چه می کند این رونالدینیو، چه می کند؟ از میان پاهای مدافع تونلی باز می کند. مدافع این را یکی پس از دیگری از پیش رو بر می دارد. با دروازه‌بان تک به تک می شود، او را فریب می دهد. او را فریب می دهد و به راحتی دروازه را باز می کند. واقعا که چه می کند این رونالدینیو، چه می کند؟ شعر فتح مادرید به نظر می رسد که در زمان جنگ های داخلی اسپانیا سروده شده باشد. این شعر درباره سرداری است که باعث گشوده شدن دروازه مادرید به روی سپاهیان کاتالونیا می شود. همانجور که می دانید در زمانهای گذشته شهرها دروازه داشتند. در این شعر به زیبایی فضای جهنمی و نکبتبار جنگ تمثیل شده است، مخصوصا در تمثیل زیبایی از میان پاهای مدافع تونلی باز می کند. در این تمثیل به زیبایی فضای نکبتبار و جهنمی و کابوس جنگ به روی ما گشوده می شود. عادل فردوسی پور بارها و بارها در اشعارش زندگی را به بازی تشبیه می کند و با دیدگاهی اومانیستی و گاه تقدیرگرایانه از ارزش تک تک لحظات زندگی می گوید. بازی مدتی است که متعادل و کم هیجان پیش می رود. ممکن است با تعویض‌ها بتوان به بازی سرعت داد، ولی گویا بازی کنان از نتیجه به دست آمده راضی‌اند و منتظرند و منتظرند تا سوت پایان به صدا در آید. از مهمترین کارهای فردوسی پور شکستن کلیشه‌های حاکم بر اشعار فارسی بوده. به عنوان مثال کلمه رمانتیک یار. کلمه رمانتیک یار تا قبل از فردوسی پور در ادبیات کهن ایران کارکردی متفاوت داشت. و چون آقای فردوسی پور گویا در زندگی شخصی و عشقی خود موفق نبوده، می‌بینیم که بیشتر در اشعارش از خشونت روی یار میگه، خصوصا در این شعر معروفش به نام من تو من.
با یار مقابل درگیر شده و به عمد او را میزند. خشونت جزئی از بازی گتوزوست و ابایی ندارد از مصدوم کردن یار حریف. ولی در مقابل خشونت او روی یار، فردوسی پور مرد صلح و عشق و دوستی بوده است و در اشعارش فراوان دیده می شود که درباره گل و طبیعت صحبت کرده است. چه گل زیبای، یک گل سیمتری، از آن گلهای بیاد ماندنی، دل پیرو یک گلزن مادرزادی است. مورخین بر این عقیدند که دل پیرو زنی بود که عادل فردوسی پور قصد ازدواج با وی را داشت و ترکیب زیبای گلزن یعنی زن همچون گل را در مورد او بارها و بارها استفاده کرده است. البته گاهی هم در مورد زنان دیگر چون رونی، آدریانو و عنایتی هم از این ترکیب استفاده کرده است و باز ترکیب بسیار جذاب، دوست داشتنی و دلنگیز گل نازن در مورد بانوی به نام اکبرپور. فردوسی پور در اشعارش همیشه به ریاکاری و درویی تاخته است و اخلاقیات پوشالی مرسوم را در همه حال زیر سوال برده است. آیا این خطا بود در این صحنه؟ به نظر می رسد که از پشت یار حریف را شارژ می کند. این خطاست؟ این خطاست؟ و آیا جریمه شخصی دارد یا نه؟ من از شما می خواهم که بحث را شخصی نکنید. آه، اینجوری که نمی شود. خواهش می کنم بحث را شخصی نکنید. از همه می خواهم که بحث را شخصی نکنید. آری، هیچ کس بحث را شخصی